بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی، باز هم در برنامه خودتان، برنامه‌ای که شما را کمک می‌کند تا یک نکته را یاد بگیرین و بتوانین برای پیشرفتتان و همچنان برای اینکه سوالات کنکورتان را حل کنین استفاده کنین و بیننده هستین. ما خیلی خوشحال هستیم که شما بینندگان گرامی را با خود داریم. حالا در سلسله به درس‌های گذشته ما شما تا قسمت تابع خطی را خواندیم و تابع خطی را گفتیم عبارت از تابعی هست که به شکل fx مساوی با ax مثبت b ایراد میشه. با کدام شکل گفتیم fx مساوی است با ax مثبت b. چند نکته بسیار مهم را در این ذکر کردیم. از جمله یک، ناحیه تعریف از تابع تمام اعداد حقی است. شماره دو، رنج تابع از هم تمام اعداد چی است؟ حقیقی است. شماره سه، از این آنچه به دست آوردیم گفتیم گرافش یک خط چی است؟ یک خط مستقیم است. یک خط چی است؟ مستقیم. پس بنابراین در یک تابع خطی اگر سه تا کلمه خوب را از بر داشتین، پس همه چی را با خود دارین. یک، ناحیه تعریفش تمام اعداد حقی، ناحیه قیمتش تمام اعداد حقی، گرافش چیست؟ خط مستقیم. یعنی چی گراف؟ گراف را گفتیم شکلش. یعنی چی؟ شکلش یا مقوارش یا استرکچرش در مجموعه خط چیست؟ یک خط مستقیم است. خب نوع بعدی تابعی که براتون ارائه میکنم هم از جزء تابعهای پولینومی است، اما بسیار جالب است. او تابع را پس میگه به نام تابع چه؟ به نام تابع درجه دوم. درجه چه؟ درجه دوم. یا تابع چه؟ پولینومی هم یاد میکنه، اما بیشتر از او به نام پارابول یاد میکنه. تابع چه؟ پارابولیک. حالا میبینیم تعریفش چیست. خب تعریف زیر ببینیم چی گفته. تابع گفته تابع درجه دوم. به تابع پولینومی گفته میشود در صورت که بزرگترین درجه آن دو باشند، بزرگترین درجهش از دو عبور نمیکنه. به صورت زیر نمایش داده میشه به کدام شکل؟ fx مساوی با ax مربع مثبت bx مثبت c، که a b و c اعداد ثابت بوده و x متحول می باشن، ورودی می باشن. شما یاد آشنا شدین. خب و یاد داشته باشین که به نام تابع چی یاد میشه؟ به نام تابع پارابولیک نیز یاد میشه. برای چی؟ به خاطر که میگه شکل یا گراف آن یک تابع پارابول هست. حالا میبینید این شکل یک شکل چی است؟ پارابول هست. از او خاطر تابع درجه دو را به نام تابع چی یاد میشه؟ پارابولیک هم یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر شکل یا قوارش در حقیقت یک تابع چی است؟ یک در حقیقت یک چی است؟ یک پارابول هست. خب حالا میبینیم کدام است. زمانی که تابع به شکل fx مساوی با ax مربع مثبت bx مثبت c راشه، ax مربع مثبت bx مثبت چند c، به این نوع تابع درجه دوم یا تابع پارابولیک یاد میکنه. خب چرا پارابولیک؟ میگه قوارش یک عدد چیست؟ یک قوارش یک پارابول هست. خب بین دهی کدام نکته؟ شماره یک، تمام ورودی های ازی یعنی ناحیه تعریف ازی، پس چون یک تابع پولینومی است، در تابع پولینومی به صورت عموم ناحیه تعریف اعداد حقیقی بود، پس از این هم اعداد چی است؟ اعداد حقیقی. شماره بعدی که در هم وجود داره ای است که رنج از تابع هم تمام اعداد چی است؟ تمام اعداد حقیقی. شماره سومی که در این وجود داره گراف از وجود داره. گراف از یک چی است؟ یک پارابول هست. یک چی است؟ یک پارابول هست. پس بنابراین این میشه تابع پارابولیک، ناحیه قیمتهایش تمام اعداد حقیقی، ناحیه تعریفش هم تمام اعداد حقیقی است. این بود تابع درجه دوم. به کدام شکل؟ فرض کنین یک زمانی میشه fx مساوی باشه با 2x مربع منفی 4x مثبت 4. این یک تابع چی است؟ یک تابع پارابول هست. یا به شکل تابع fx مساوی باشه فرض کنین x مربع. حالا این زمانی که x مربع میگم تکان نخورین. برای چی؟ برای که b و c صفر است. میتونه اینو اگه تکمیل کنیم میشه bx 0x جمع 0. حالا پس میشه چند؟ x مربع. پس برای اینکه این گزینه هایش رو شما مشکل نداره، ناحیه تعریف تمام اعداد حقی، ناحیه قیمت تمام اعداد حقی، پس میگین گراف ازی آیا واقعا یک پارابول میشه یا نه. برای اینکه اطمینان پیدا کنین که واقعا یک پارابول هست، پس گرافی رو ترسیم میکنم. متوجه باشید. خب حالا اگر میگم fx مساوی با چند باشه؟ x مربع. پس میایم ورودی های ما هست x، خروجی های ما هست چی؟ y یا چی؟ میگم fx. میتونه هر کدامی که باش راحت بودین بگین. خب زمانی که صفر وارد میکنیم، حالا آمد صفر، صفر مربع صفر. خب بعدیش چند وزن میکنم؟ یک. زمانی یک را وارد میکنیم، یک مربع یک. بعدی چند وزن میکنیم؟ دو. دو مربع میشه چند؟ چهار.
بعد نواز میکنم چند؟ منفی یک. منفی یک مربع مثبت یک. برای چه مثبت یک شد؟ برای اینکه توانش چند بود؟ دو. زمانی توان دو باشه، دستگاه زمانی توانش دو باشه، هر عددی منفی رو چجور میکنم؟ مثبت. به او خاطری چی شد؟ مثبت. پس اگر منفی دو از کنیم چند میشه؟ مثبت چهار. زمانی که قیمت ها رو داریم میایم در مختصات قیمی رو نشانی میکنیم. خب اگر این محور وای و این محور هم باشه چی؟ ایکس. خب بعد قیمت گذاری میکنم. این هست صفر، اگر یک باشه بعد این هست منفی یک، این عدد اگر دو باشه اینجا هست منفی دو، پس یک باشه، این دو باشه، این سه باشه و این چند باشه؟ چهار باشه. خب زمانی که صفر دادیم چند گرفت؟ صفر. اینو کلام نشانی کردم. زمانی یک دادیم گرفت یک، آمد اینی نقطه، این این نقطه رو گرفت. خب زمانی که دو دادیم گرفت چند؟ چهار، آمد اینی نقطه رو گرفت. این. خب زمانی که منفی یک دادیم چند گرفت؟ مثبت یک، این نقطه رو گرفت. زمانی که منفی دو رو دادیم چند گرفت؟ مثبت چهار، این نقطه رو گرفت. حالا اگر این گراف و نقاط رو با هم وصل میکنیم، پس اینی شکلی که بدیس میاد آیا شبیه یا قواره پارابول نداره؟ خب داره طبعا. پس از او خاطر گراف اینی کدام گراف است؟ x مربع یا مساوی به چند؟ fx. پس از او خاطر تابع ها را به نام تابع چی یاد میکنه؟ به نام تابع درجه دو یا تابع پلینومی یاد میکنه. خب زمانی که گپ هست بیاین چند نکته براتون میگم. این هست که این تابع از اینجا میاد به سمت پایین، یک بار به صفر میرسه، استاپ. بعد از صفر حرکت میکنه به سمت کجا؟ بالا. زمانی که به بالا حرکت میکنه پایین ترین نقطه رو گرفت، چی گرفته؟ صفر. پس اینی نقطه رو به نام نقطه مینیمم یاد میکنه، یا نقطه چی؟ مینیمم، یا نقطه اصغری یاد میکنه به نام نقطه چی؟ اصغری. حالا نقطه اصغری از تابع کدام است؟ صفر و صفر است. این پایین ترین قیمت، کوچکترین قیمت. پس چی شد؟ این نقطه چی؟ این. خب بعد بچه ها اگر بیاییم گراف از زیر ترسیم کنیم، باز هم یک چی به دست میاد؟ یک پارابول. حالا در شکل در چی براتون نشان میدم که گراف کدام تابع است. خب ببینیم حالا گراف از کدام هست. گفتم اف ایکس زمانی که در شکل میبینیم کدام؟ اف ایکس مساوی با ایکس مربع منفی پنج ایکس مثبت دو. گرافش آمده آلاین پایین، یک نقطه پایینی داره به سمت بالا و دیگه به سمت بالا. باز هم یک شکل چی رو داره؟ پارابول رو داره. به این نوع شکل ها گفته میشه چی؟ پارابول. هم شما میتونین هر قیمتی را که داشته باشه باز هم یک شکل چی داره؟ پارابول داره. خب اینا رو تمام سوالات کنکوری که در این بخش میآید حالا با شما شریک میکنم. کدام سوالات کنکور میآید از بخش؟ یکی از سوالات کانکوریتان به این شکل میآید. خب میآید یا سوالات قبلا آمده، یا سوالات رو به این شکل باید از یاد داشته باشین. کدام؟ میگه اگر اف ایکس مساوی باشه با 2x مربع مثبت بی ایکس مثبت 6. میگه اف دویتان مساوی با 10 هست، قیمت بی رو دریافت کنین. صحیح کنین؟ سوال بسیار ساده و بسیار سوال ابتدایی. چی گفته؟ اف ایکس مساوی با 2x مربع مثبت بی ایکس مثبت 6 هست. شما گفته اف دو مساوی به دست بی رو پیدا کنید. حالا برای پیدا کردن بی خیلی آسان هست. چیکار میکنم؟ میگم ورودی ما دو هست، ورودی ما دو است. اینو به جای اکس میره دو وزن میکنیم، پس میشه اف دو مساوی با دو ضرب هر جایی که اکس دادین چند وزن میکنین؟ دو. پس میشه چند؟ دو مربع. جمع در حالا بی ضرب به جای اکس چند وزن میکنین؟ دو. جمع چند؟ 6. خب بعد میشه اف دو مساوی دو، دو مربع 4. 4 ضرب 2 میشه چند؟ 8. جمع 2 ضرب میشه 2 بی، جمع چند؟ 6. خب زمانی که گپ بدی سامد، حالا اینی مقدار با ما آشناست، کدام آشنایی داره؟ جوابش 10 است. زمان جوابش 10 باشه پس میگیم 8 جمع 2 بی جمع 6 مساوی با چند است؟ 10. 8 و 6 میشه 14. 14 و 3 بره میشه منفی 14. پس 10 منفی چند؟ 14. پس 2 بی مساوی با چند؟ منفی 4. و بی مساوی با چند شد؟ منفی 2. پس قیمت بی تان چند شد؟ منفی 2. حالا یک ممکنه ده یک سوال به این شکل آمد منفی 2، بعد میگم معادله تابع نهایی چند است؟ حالا بیار قیمت گذاری کن. پس چند میشه؟ اف ایکس مساوی است با 2 ایکس مربع، حالا به جای بی چند وزن میکنه؟ منفی 2. پس منفی 2 ایکس مثبت چند؟ 6. این هم شد معادله نهایی تابع که پس از دریافت قیمت بی وزن کردیم. یک سوال بعدی که میتونه به شما ارائه کنه این شکل است که میگه اگر اف ایکس مساوی باشه به شکل کدام شکل؟ خب باشه 4 ایکس مربع منفی 10 ایکس منفی 2. بعد از شما میخوایم میگه اف صفر رو پیدا کنید. اف چند است؟ صفر.
حالا زمانی که میگه اف صفر، شما دو حالت است. یک، قیمت گذاری میکنید، میگن ورودی ما چند است؟ صفر. پس میشه اف صفر مساوی است با 4 ضرب صفر مربع منفی 10 ضرب صفر منفی چند؟ 2. حالا این تمامش میشه چند؟ صفر. و چند قیمتش میشه؟ منفی 2. پس اتومات میرین این قیمت را انتخاب کنین برای چند؟ صفر. پس چند میشه؟ اف صفر تان مساوی با چند؟ منفی 2. یک. سوال بعدی که میتونه براتون راه کنه یه هست که اگر میگه اف ایکس تان به شکل مساوی باشه، به کدام شکل؟ شکل ما اف ایکس تان اگر مساوی باشه با، بیاین میگم ایکس منفی 1 مساوی باشه با 2 ایکس مربع منفی 5 ایکس، خلاص این مقدار باشه. بعد از شما میخوایم که اف صفر پیدا کنین چند میشه. حالا اگر شما یک رویش کار بگیرین 100% اشتباه کردین، کدام رویش؟ اگر بگین ورودی ما چند است؟ صفر. خب بیاین صفر وز کنین، میشه صفر منفی 1 مساوی با 2 ضرب صفر مربع منفی 5 ضرب چند؟ صفر. و جواب میکشین چند؟ صفر. ولی ایسم یک اتفاق بسیار بزرگ رخ میده. چند شده؟ اف منفی 1. اف منفی 1 قیمت چند است؟ صفر. اگر شما به این شکل قیمت گذاری کردین، جواب سوالتان غلط است. حالا رای درست چیه؟ پیشتر بهتان کار کردم. چی کار میکنین؟ هر قیمتی که خواستم اصلا به او قرار میدین. حالا کدام است اینجا؟ گفته x منفی 1. اینجا چی خواسته؟ f 0. پس اتومات میگین x منفی 1 باید چند باشه؟ 0 باشه. حالا زمانی که گپ میگین پس x مساوی چند شد؟ 1. حالا برین به جای x وضع کن چند؟ 1. حالا معادله تان است f x منفی 1 مساوی با چند؟ 2 x مربع منفی چند؟ 5 x. پس میشه f 1 منفی 1 مساوی با 2 x. خب حالا به جای x هم چند وضع میکنین؟ 1. پس 1 مربع 5 هم ضرب چند؟ 1. حالا این میشه 1 منفی 1 0. همون جوابی که من میخواستم، برابر است 1 مربع 1 2 5 ضرب 1 5 و مساوی با چند شد؟ منفی 3. پس f 0 تان جوابش چند شد؟ منفی 3 شد. این سوال بعدی که براتون این راه کرد، اینی بود از تابع چه؟ تابع درجه دوم یا تابع پولینومی. خب بعد میرین روی موضوع بعدی که انشالله تابع نوع دیگه شمه. خب تابع بعدی کدام نوع تابع است؟ خب گفته تابع متزائد و تابع متناقض. خب میبینیم تعریفش چی گفتن. گفته هرگاه با افزایش قیمت های متحول، یعنی ایکس ها افزایش باید داشته باشه بره به سمت بالا، قیمت های تابع نیز افزایش نمایند، حالا تابع هم میره بالا، برعکس تابع متزاید گفته میشود. خب تابع متناقض چی گفته؟ هرگاه با کاهش یک قیمت، خب این یک قیمت کاستگی داره، هرگاه در یک تابع با زیاد شدن یک قیمت متحول قیمت تابع کم شود، قیمت متحول میره به سمت بالا، قیمت تابع میره به سمت پایین. پس این او تابع را برام تابع چی یاد میکنه؟ متناقض. حالا تعریف میکنم تابع متضاد تابع متناقض چیه. خب اگر میگه یک تابع fx داشته باشه، ممکنه این تابع خطی باشه، کسری باشه، جذری باشه، پولینومی باشه، هر تابعی که باشه فرق نمیکنه، اما اگر x1 و x2 در ناحیه تعریف از وجود داشته باشه، ناحیه تعریف تابع چیه؟ f. خب زمانی وجود داشت، اگر x تان x1 کوچیک از چند بود؟ x2 بود. خب از این چی بچه ها؟ اگر شما نتیجه گرفتین که fx fx1 هم کوچیک از چند است؟ fx2 است، با اینی نوع تابع یک تابع چی گفته میشه؟ متزاید گفته میشه. حالا چی گفت؟ اینی متحول از x1 تا با x2 افزایش پیدا کرده. برای چی؟ به خاطر که x1 کوچیک از x2 است. خب حالا میبینیم نقش از چی است؟ fx1. نقش از دیگه چند است؟ fx2. حالا x1 کوچیک از x2 است. اگر شما نتیجه گرفتین که fx1 هم کوچیک از fx2 است، با اینی نوع تابع ها تابع چی گفته میشه؟ یک تابع متزاید گفته میشه، تابعی که زیاد شده میره قیمتش. خب حالا بیاین اگر گراف از رو ترسیم کنیم به کدام شکلی را میشه؟ حالا این محور x، این محور y. حالا یک گراف کیفی رسم میکنم، این تمام گراف های تابع متزاید به این شکل نیست. خب اگر ما یک تابع داشته باشیم فرض کنین به این شکل. خب حالا اگر میاییم یک نشانی میکنیم اینی باشه چند؟ x1.
و اینی قیمت هم باشه چند؟ اکس دو. خب حالا نقش از این میاد به این قسمت نقش میشه، این باشه وای یک و اینی باشه چند؟ وای دو. اگر با یه آشنا نبودین این باشه اف اکس دو و این باشه چند؟ اف اکس یک. حالا میبینیم برآورد میکنیم. خب زمانی که میبینیم حالا از اکس یک اکس دو بزرگه، یعنی اکس از این تا به اینجا یک افزایش پیدا کرده، یک زیاد شده رفته. خب حالا بعد اینجا میاییم حرکت وای ها چی شده؟ حرکت وای هم از وای یک رفته به سمت چند؟ وای دو. حالا زمانی که اکس اینجا افزایش پیدا کرده، حالا وای تانم چی پیدا کرده؟ افزایش. پس با افزایش متحول تابع چی پیدا کرد؟ افزایش. با اینی نو تابع، تابع چی گفته میشه؟ متزاید. پس برملا هست که x1 کوچیک از چند است؟ x2. و نتیجه میتونم بگیرم که fx1 هم کوچیک از چند است؟ fx2. پس fx1 تان هم کوچیک از چند شد؟ fx2 تان. با اینی نو تابع چی گفته میشه؟ تابع متزاید گفته میشه. چند شکل دیگر هم میتونیم برای از این ارائه کنیم. فرض کن اگر یک زمانی گرافتان به این شکلی باشه، باز هم نگران نباش. کدام شکل؟ حالا ببینیم. اگر یک زمان فرض کن گراف به این شکل باشه، حالا خب چی میشه؟ ببینید اگر اینی نقطه فرض کن انتخاب میکنم باشه چند؟ x1. و اینی نقطه رو فرض کن انتخاب میکنم چند؟ x2. خب بعد این میشه نقشش میشه چند؟ fx1. حالا این میشه نقشش چند میشه؟ fx چند؟ fx2. خب حالا گفته x از این تا به اینجا چی داره؟ افزایش داره، حرکت کرده به اون سمت. خب تابع چیش اتفاق افتاده؟ حالا این چند است؟ fx1. حالا fx1 هم تابع fx2 چی پیدا کرده؟ افزایش پیدا کرده. پس بنابراین بین این تابع چی گفته میشه؟ تابع متزاید گفته میشه. پس تابع متناقض چیه؟ حالا با تابع متناقض هم براتون تعریف میکنم. خب تابع متناقض، تابع متناقض زمانی که میگیم، حالا اگر یک زمانی ما بگیم fx، فرض کنین یک تابع fx داشته باشیم، گراف یک گراف دیگه رسم میکنیم، محور x و این محور چی؟ محور y. خب گراف از رو بهش فرض کنین به شکل یک گرافی رو به این شکل ارائه میکنم، قدم نکنه محور x رو فرض کنین به این شکل. خب این رو ارائه کرد. خب یک گراف یک تابع مانند چی باشه؟ تابع fx باشه. خب میگم قیمت گذاری این نقاط گراف را از این قیمت گذاری میکنه. به طور مثال میگم اگر اینی نقطه باشه x1، پس نقش از یم از چند؟ fx1. بعد میگم اینی نقطه را انتخاب میکنم، میگم این از چند؟ x2. و این چند است؟ fx2. خب یک اتفاقی بزرگ افتاده، کسایی اگر متوجه دقت متوجه است، x از این تا به اینجا چی کرده؟ یک حرکت افزایش شونده داره، اما وایتان از نقطه از این fx1 به این شکل پایین حرکت نکرده، پس متحول افزایش داره، تابع چی داره بیچاره؟ بنده خدا کاهش داره. و اینی نو تابع، تابع چی میگه؟ متناقض گفته میشه. چه اتفاق؟ اگر زمان x1 و x2 شامل در ناحیه تعریف تابع f باشه، طوری که فرض کنین x1 کوچیک از x2 باشه و نتیجه گرفتین که fx1، حالا x1 کوچیک از x2 است، اما نتیجه چی بگیرین؟ که fx1 بزرگ از fx2 است. با این نوع تابع ها تابع چی گفته میشه؟ متناقض گفته میشه. حالا میبینیم خب چی اتفاق افتاده. حالا گفته fx1 تون کوچیک از x2، حالا میبینین x1 کوچیک از چند است؟ x2 است. خب حالا میایم سراغ نتیجه، میریم به این سمت. حالا fx1 تان بزرگ از fx2 نیست، نزدیکتر ای به طرف صفر، هر عددی که به طرف صفر نزدیکتر باشه کوچکتر میشه، پس fx1 بزرگ از چند است؟ fx2. آیا امو تعریف در اینجا نتیجه نگرفتم؟ پس بنابراین اینی تابع fx میشه، یک تابع چه؟ متناقض گفته میشه. یک تابع چه؟ متناقض. بیاین یک مثال براتون کار میکنم که تابع متناقض یعنی چی. خب اگر تابع fx فرض کنین داشته باشیم به شکل منفی x مربع منفی 1، منفی x مربع منفی چند؟ 1. حالا بگیم آیا اینی متزاید یا متناقض؟ حالا برای متزاید متناقض بودن از چی کار میکنم؟ میگم اگر داشته باشیم فرض کنین به طور مثال، مثالش یک از صفر قیمت گذاری میکنم، 1 1 چی میشه؟ خب اول میبینیم که صفر کوچیک از چند است؟ 1 است. صفر کوچیک از 1 است.
این قسمت رو دارم. یعنی متحول افزایش پیدا میکنه، از صفر میره به سمت کجا؟ یک حرکت میکنه. حالا تابع رو میبینم، زمانی که میایم صفر قیمت گذاری میکنه میشه منفی صفر مربع منفی یک، و جوابش چند شد؟ منفی یک. بعد زمانی که میایم اف یک را قیمت گذاری میکنه مساوی میشه با منفی یک مربع منفی یک. حالا میشه منفی یک مربع منفی یک، منفی یک منفی یک چند میشه؟ منفی دو. خب حالا اکس صفر کوچک از یک است، بله. حالا منفی یک بزرگ از چند است؟ منفی دو. یعنی چی؟ نتیجه گرفتیم که اف صفر بزرگ است از اف یک. اف صفر بزرگ است اف یک، پس صفر کوچک از یک، اما اف اکس بزرگ از چند؟ اف یک. پس بنابر این چون برعکس نتیجه گرفتیم، صفر کوچک از یک و نتیجه گرفتیم که اف صفر بزرگ از اف یک، پس بین این و تابع این تابع چی است؟ یک تابع متناقض است. یک تابع چی است؟ متناقض. برعکس حالا اگر بیاییم به این شکل راه کنیم چی میشه؟ خب اگر یک زمانی تابع اف اکس به شکل ای باشه که باشد 4x مثبت 8. خب زمان 4x مثبت 8 باشه، میخواییم این رو بفهمیم که آیا متزایده یا متناقض. خب برای متزاید متناقض بودن از این چک میکنیم. خب اول فرض کنیم قیمت ها رو انتخاب میکنیم 2 و 4. دو چند؟ 4 انتخاب میکنم، یا اصلا بیاین منفی 2 و منفی 4 انتخاب میکنم. خب اول منفی 2 بزرگ است از منفی 4. منفی 2 بزرگ است چند است؟ منفی 4. خب بیاین قیمت گذاری میکنیم، میگیم اف منفی 2 مساوی است با 4 ضرب منفی 2 جمع 8. حالا منفی میشه منفی 8، منفی 8 از میشه چند؟ 0. بعد قیمت گذاری میکنم منفی 4 مساوی میشه با 4 ضرب منفی 4 جمع چند؟ جمع 8. این چند میشه؟ منفی 16. منفی 16 جمع از این میشه منفی چند؟ منفی 8. خب اینا را خوب دقت کن، اف 2 بزرگ از است، بزرگ از است. خب حالا زمانی که این بزرگ از هست، بعد اینا را میبینیم زمانی که این بزرگ از است، حالا صفر هم بزرگ از چند است؟ منفی 6. پس منفی 2 بزرگ از منفی 4 است، و نتیجه گرفتیم که اف منفی 2 هم بزرگ است از اف منفی چند؟ منفی 4. به خاطر چی؟ صفر بزرگ از یک عدد منفی هست. پس میبینیم که اینی نو حالا افزایش داره، اینجا هم چی داره؟ افزایش. پس بنابراین به اینی نو تابع چی گفته میشه؟ یک تابع متزاید گفته میشه. پس یک تابع تان یک تابع چیست؟ یک تابع متزاید بود. خب اینی بود از تابع متزاید و متناقض. حالا میریم روی یک نوع دیگه از تابع. خب کدام نوع هست؟ نوع بعدی میشه تابع جفت و تاق. خب تابع جفت و تاق چی است؟ تابع جفت و تاق، تابع جفت به یک تابعی گفته میشه که اگر اکس و اکس هم شامل در ناحیه تعریفش باشه، منفی اکس هم شامل در ناحیه تعریف تابع اف باشه. اینجا هم چند است؟ اف است. خب باشه اگر اف اکس مساوی شد با اف منفی اکس، به این نوع تابع میشه تابع جفت گفته. تابع چه؟ جفت. شماره یک. شماره دو، اگر x شامل در ناحیه تعریف f باشه و همچنان منفی x هم شامل در ناحیه تعریف باشه، و f x تان اگر مساوی شد با f منفی x تان مساوی شد با چند؟ منفی f x، به اینی نوع تابع میشه تابع تاق گفته. تابع چی؟ تاق. یک مثال عادی شیه هست که اگر یک زمان شما تابع f x هم مساوی با x مربع داشته باشین، حالا ناحیه تعریف از این تمام اعداد حقیقی است، پس زمانی که x اگر در ناحیه تعریفش وجود داشته باشه، پس منفی x هم در ناحیه تعریفش وجود داره. ببین مثال براتون میگم، 2 در ناحیه تعریف از این وجود داره، منفی 2 هم در ناحیه تعریف از این وجود داره. خب زمانی که قیمت گذاری میکنیم میشه f منفی x مساوی است با منفی x مربع، و این مساوی به چند شد؟ مثبت، و این مساوی به چند؟ f x. پس بین این تابع ها تابع چی گفته میشه؟ تابع جفت. به خاطر چی؟ به خاطر که f منفی x مساوی به چند شد؟ f x شد. این شد یک تابع چیت جفت. حالا تابع تاق چیه؟ اگر زمان اف اکس مساوی با اکس مکعب داشته باشم، حالا زمانی که میاییم اگر منفی اکس وزن میکنم مساوی میشه با منفی اکس مکعب، مساوی به چند میشه؟ منفی اکس مکعب. خب اکس مکعب تابع اف اکس است، پس این مساوی به چند شد؟ منفی اف اکس. پس ما رابطه رو بعدی ساردیم که اف اکس مساوی با چند است؟ منفی اف اکس. به اینی نو پس تابع چی گفته میشه؟ تاق گفته میشه. پس اف اکس مساوی به اکس مربع یک تابع جفته، ولی اف اکس مساوی به اکس مکعب یک تابع چیست؟ یک تابع تاق است. اما بعضی تابع ها هم وجود داره که نه جفته و نه چی؟ تاق. یک مثال هم براتون میگم، کدام تابع؟
خب اگر یک زمانی تابع اف ایکس مساوی باشه با x به توان 4 منفی x مکعب مثبت x مربع مثبت چند شه 4 داشته باشه. حالا زمانی که گپ هست اول میام منفی اف ایکس هم براتون دریافت میکنم، مساوی میشه با منفی اف ایکس به توان 4 منفی اف ایکس مکعب منفی چند منفی x مثبت چند 4. خب حالا این میشه، این مثبت میشه x به توان 4 منفی خارج میشه، منفی ضرب منفی مثبت x مکعب. خب بعد این میشه منفی x و مثبت چند 4. حالا این یه ربطی با اف ایکس نداره، وقتی نداره در حقیقت چی است؟ اف ایکس خلاف در اف منفی ایکس است. پس بنابراین زمانی که این گپ آمد پس اینی نو تابع نه جفت و نه چه تا. پس شما تابع هایی دارین جفت به شرطی که اینی حالت استد کنه تابع تا گفته میشه، به شرطی حالت اگر استد نکرد پس تابع چی است؟ تابع نه جفت نه چه تا. پس اینی بود از بحث از این موضوعات تابع جفت تا. تا برنامه بعدی شما را به الله میسپاریم. خدا یارو نگهدار شما باد.